خیلی خوب، واکسن جنگل آسفالت. بازم میدونم حتما دارید با خودتون میگید که چرا انقدر دیر؟ مگه این ویدیوی ببینین یا نه یه جنگل آسفالته که بعد پخش 5 اپیزود پخشش کردید؟ در پاسخ باید بگم فکر میکنید علت این حجم از تاخیر در عرضه واکسن این سریال چیست؟ Well, believe it or not، 5 اپیزود آزگار طول کشید تا من بتونم اسامی اینا رو به خاطر بسپرم و میگم اینا چون به هیچ وجه نمیشه روشون اسم شخصیت گذاشت. ضمناً هنوز که هنوز من نمیدونم پاشا چه کار اصلا ایرج طلا و خانواده ارجمندشه و اینها فقط سه نمونه از دیسایه که در این ویدیو تعبیه شده. Yes, that's right. جنگل آسفالت در حقیقت جنگل اسقاته. پس بیاین با هم ویدیو رو لایک و سپس بررسی رو آغاز کنیم. اگه نظرمو بخوای تو جنگل آسفالت قانونو میدم به اختلاف ترجیح. این سریال کاملا آلوده است و ابس فاکینگ لوتلی بعد در لیست نبینیم ها قرار بگیره. اگر دیدید احیانا احسان منصوری از خانواده یوتیوب سینما این سریال رو هول داد سمت لیست ببینیم ها، باید حتما زیر این میزو با هم چک کنیم. اما چرا؟ چون در درجه اول این سریال دروغگوئه. این صفحه سریال تو نماوا درباره جنگل آسفالت. سریال جنگل آسفالت یک درام ملتهب و جذاب است که به صورت اختصاصی از نماوا پخش می‌شود. همین حداقل دو تا دروغه. اولا که این سریال به صورت اختصاصی از نماوا پخش نمی‌شود، تو روبیکام هست، روبیکای جنایتکار. در ثانی خب خدایا توبه، ملتهب و جذاب؟ نو سیریوسلی، ملتهب و جذاب یه سریال یا یه فیلم یا یه نقاشی یا یه میز مگه نباید یه اثری بر بنی بشر بذاره که آدم بتونه اثر خطابش کنه؟ خب جنگل اسقالت دقیقاً همین کارو نمی‌کنه. Now I'm gonna tell you why. داداش انگام رو میخوان اعدام کنن. Not a single fucking bite from my cack. این امیر آقا رو میخوان ببرن اون پشمش با شنگ تو مشت بکشن. Well hell. هنگام خوب فوتبال نمیکنه. جهنم فوتبال کردن. جدا تو سال 1402 این هنوزم همون عبارتیه که باهاش نشون میدیم چقدر فوتبالی هستیم و چقدر مربی باید گل بزنم. تمام وقت تمرین کردم تا گل بزنم. و ببینم اصلا اینا کیان؟ چرا ما این آدما رو نمیشناسیم؟ چرا هیچی حس نمیکنیم؟ سرگیجه بهرنگ یا گناه آنجل انقا حداقل هرس آدمو در میارن یا گاهی صورتمون رو مهمون لبخند یا سر تمسخر مینمایند. اما این سریال میلیاردی بازی نوید محمدزاده و فرشته حسینی خوراک تماشا قبل از پوکر بازی کردنه. یا مثال دیگه، وقتی آدم پلنت ارث 3 رو میبینه با خودش میگه این سیابی الان داره چیکار میکنه، از کجا اومده و داره به کجا میره؟ ولی تا حالا هیچ وقت براتون سوال شده که پاشا از کجا اومده و داره به کجا میره؟ نه نه نگین نه. مشکل کجاست؟ از always فیلم نامه. نویسندگان سریال مهدی اسدزاده که در کمال شگفتی فوق لیسانس حقوق بشر داره و پژمان تیمورتاش که نگونبختانه کارو کارگردانی هم کرده، این دو یار قار نفهمیدن، نمیفهمن و احتمال 98% نخواهند فهمید انسان چیه. برای همین همه اینا عکس برگردونن دو بعدی از هل و در نتیجه غیر قابل همزاد پنداری. من هیچ وقت نمیتونم به گذشته یا آینده یا این به اصطلاح شخصیت ها بیاندیشم، چون این به اصطلاح شخصیت ها فاقد هیچ گونه ویژگی انسانی میباشند. یه نمونه میارم تعمیمش با خودتون. مثلا فکر میکنید این به اصطلاح شخصیت هنگامه به چه شکل گرفته؟ مهدی اسد به پژیته میگه یه دختر فوتبالیست وسپا سوار بعد سرکش آجی سرکش هستی یا نه؟ پژیته از فرط هیجان از جا کنده میشه و میگوید وای هستم حاجی، فقط یه چیزی کمه، وان فاینال تاچ، یه موشم ببافیم. That's how they got the shit done. I swear. و بعدم دوتایی غرق در شادی شدن و با توهم وای چیکار کردیم، درد اجتماع به تصویر کشیدیم، پارتی کردن. در صورتی که در حال حاضر درد اجتماع همین سریاله که میلیاردها خرج شده اما دو ماه دیگه هیچ کسی یادش نیست که وجود داشته. سینا لطفاً پژیته و مهدی اسد رو بسوزون و خاکسترشون رو به آب بسپار. سپاس البیکران. و طبیعتاً دیگه لازم نیست بگم وقتی فیلمنامه شخصیتی در خودش نمیبینه، کششی هم نداره و این چیزا، نه؟ مطمئنم شما هم میدونید که سریال زیر خط فقر استاندارده، اما اینو نمیدونید که این سریال نکات مثبتی هم داره. مثلا مشکل خط موی طبیعی پس از الحاق کلاهگیس در اون حل شده. این مشکل بقرنج در سینمای ایران. لطفاً طاهره مهدوی و حسن یحیی‌پور رو بلند تشویق کنید. ببینید دیگه تقریباً مشخص نیست که سر امیر جعفری کلاهگیسه، همونطوری که مشخص نیست طراح گریم سریال کیه. و حالا که صحبت از امیر جعفری شد، بریم سراغ بازیگران برجسته سریال و بازی‌های درخشانشون. اول قبل از هر چیز یادی کنیم از اسی قلک، میرزا آقاخان نوری و سایر نقشای امیر جعفری که همه یکی‌ان، مثل این مورد اخیر ایرج طلا. فقط این بار این نسخه از امیر جعفری خیلی زود فاکتاب شد. معمولا اول شاخوشونه می‌کشید بعد به این وضع می‌افتاد، ولی خلاقیت دیگه، مرز که نمی‌شناسه میاد تو بالاگرد. ریما رامینفر همه جا ریما رامینفر باشه چی میشه مگه؟ هدف ساختار شکنی پایتخت، ویلای ساحلی، ابد و یک روز، جنگل اسقاط، چه فرقی داره؟ ما که از بازیگر بازی نمی‌گیریم، می‌خوایم خودش باشه، خود واقعیش، ریل شت. اما سریال بجز این دو تا ستاره هم
هم داره از نوع غیر پسیانی. فرشته حسینی و نوید محمدزاده. او یا ببینید، من فن نوید محمدزاده هستم و واقعا براش احترام قائلم، چون باعث شده که همه تو سریال نوید محمدزاده شن. مثلا فرشته حسینی نوید محمدزاده است، داداش فرشته حسینی نوید محمدزاده است، گارد رأس امیر نوید محمدزاده است، و اینا اصلا نشون نمیده که کارگردان ناشیه، نشون میده که بازیگران سریال چقدر اهل یادگیری ان. احسان منصوری، How dare you؟ نوید محمدزاده جدیده به خاطر اینکه ساش میزنه. عجب سوسیه. فکت دیگه، نوید محمدزاده هیچ وقت نمیتونه نقش جدیدی ایفا کنه، چون نیما جاویدی تو آکتور از همه نوید محمدزاده استفاده کرده، دیگه چیزی باقی نمونده. پس میمونه یه فرشته حسینی که ببینید، من فن فرشته حسینی هستم، ولی تو اینستاگرام و در صنعت فشن و مدلینگ، چرا که ایشون نمیتونه در حین فریاد کشیدن دیالوگ بگه، بازیگری بیسیک، و این در حالیه که در منزله بهترین بازیگر ایران سکنا گزیده. شاید هم نوید محمدزاده بهش گفته تو خونه راجع به کار حرف نمیزنین، همین که من بهت گفتم. پس از یوسی، بعد از یک فیلمنامه پوچ و به دور از خلاقیت و به دور از انسان، متوجه میشیم سریال در چنته بازیگری نیست، هیچی نمیذاره جلومون، یعنی نمیتونه عقلمون به چشممون باشه و نه برعکس چشممون به عقلمون. علنا دوراهه این گریت برای این همه میلیاردی که خرج شده. خب چرا 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 حداقل یه سوژه خلاقانه انتخاب نمیکنی؟ پژیتی وای دا هول. در پایان به نظرم این دو عزیز دو تا فسیلن که فکر میکنن اگر مواد بدن امیر بکشه یا یه استدیوی خسته در اختیار آرزو بذارن، میتونن بگن ما از جوونها با دردشون میدونیم، ولی نو یو Don't, you don't know shit about us. جوانان اصلا fucked up نیستن. And that's the problem. We do drugs so we are happy at the moment. ولی بعدن تو 40 سالگی میفهمیم که ما که خیلی fucked up بودیم، فقط یادمون رفت واکنش نشون بدیم. و اینجاست که سیستم ارور میده. ورودی نکبت اما خروجی نشاط. پالایشگاه 60-70-80-90. پس یه جای کار میلنگه. درست مثل جنگل آسفالت که یه جاش میلنگه و اونجا بلا شک محل وجودشه. واقعا فکر نمیکردم مافیا تهران بتونه جنگل اسقاطو بزنه، اما زد. باز هم فیلیر از نماوا، پیروزی از آن فیلنت. با حداقل 3 برابر بودجه نتونست نماوار. لطفاً این دم آخری تشویقش کنید. و راستی به هم بگید که همه حرفامو قبول دارید، مگر نه ویدیوی بعدی با برف سال دیگه میاد، سال دیگه هم برف نمیاد. بری جدن نونخه فصل 5 هم از افعی بهتره هم از جنگل اسقاط. بعد میگن صدا و سیما بده. Not approved.